وزیر معارف یا آموزش پرورش گروه تروریستی طالبان از قصد طالبان برای تأسیس حداقل یک مدرسه دینی در هر روستای افغانستان خبر داد. اخیراً در تمامی سخنرانی‌های وزیر معارف طالبان یک جمله همواره تکرار می‌شود: لزوم تأسیس 1 تا 10 مدرسه دینی در هر یک از شهرستان‌های افغانستان. البته وی گاهی هم از نیاز تبدیل شدن کل افغانستان، کل کشور افغانستان به یک مدرسه بزرگ دینی سخن گفته است. در این زمینه مصاحبه خواهم داشت با سید نصیر احمد حیدری، روحانی شیعه افغانستان در شهر برلین آلمان. جناب حیدری سلام، وقت بخیر. منظور طالبان سلام. از ترویج دین چیست؟ اساساً قرار در مدارس دینی که طالبان تأسیس میکنه چه چیز آموزش داده بشه؟ سلام علیکم، خدمت شما و بینندگان شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم. در تاریخ تشیع افغانستان در زمان عبدالرحمن نسل کشی شیعه در حد 40% که تا 60% هم نقل شده انجام شد و از این طریق خواستند که تشیع رو در افغانستان از بین ببرند، که عده‌ای به سمت ایران پناهنده شدن و بربری های مشهد رو تشکیل میدن و به سمت پاکستان، و سالیان سال شیعه ها در افغانستان به تقیه سر بردن و باز هم تشیع زنده ماند. بار دوم در زمان حکومت قبلی طالبان در آخرین روزهای حکومتشان اعلامیه داده بودند که شیعیان افغانستان یا باید افغانستان رو ترک کنند یا به دین اسلام بگروند، به دهان شکسته خودشان، یعنی شیعه رو کافر می دانستن و اینها رو می گفتن باید به مذهب وهابیت و کیش خودشون در بیان، و به این طرح هم ناکام ماندن. الان اینها فهمیدن که به قدرت الهی و عنایت امام زمان شیعه رو نمی توانن از افغانستان حذف کنن و منطقی هم ندارن که تشیع رو از نظر مذهبی و فکری تحت تأثیر قرار بدهن. تنها راه این هست که در هر روستای افغانستان و در هر شهر افغانستان مدارس دینی با وجود بیارن تا از این طریق جوانهای سنی مذهب و به خصوص شیعیان رو از مذهب حقه دور بکنن و اون فکر طالبانی را ریشه دار بکنن در افغانستان. تنها هدفشان اینه که اون دینی که با افکار شخصی خودشان درست کردن در ذهنها و در خانواده ها و در نسل ها اون رو ریشه دار بکنن و چیزی به نام تشیع در افغانستان نباشه. و سوال بعد آقای حیدری، از این رو که با تحقق رویای طالبان تفکر تکفیری و نسل‌کشی شیعیان در افغانستان افزایش خواهد داشت، تحلیل یا راه حل شما چیست؟ تحلیل بنده اینه که اینها، اعتقاد من اینه که داعش و طالب همشون یکی هستن و اینها به خاطر این که تشیع را بترسانند و دیگه اظهار شیعه بودن نکنند و از تشیع فاصله بگیرند و اصلا از شیعه بودنشون حراس داشته باشند، در مسجدها شیعه کشی میکنند که دیگه مردم شیعه به مساجد، به اماکن مقدسه مراجعه نکنن و آهسته آهسته فاصله بگیرن از تشیع و از مکتب و از اهل بیت علیهم السلام. این انتحارها و کشتارها رو میکنن. سوال من اینجاست که قبل از حکومت طالبان این انتحارها توسط کی بود؟ آیا مورد تایید طالبان بود یا نبود؟ اگر بوده، خب اینا همشون یکی هستن. اینها این کارها رو میکنن برای اینکه شیعه رو بترسانند تا دیگه نزدیک به احیاء شاعر نشن
نظر بنده اینه که باید تشیع دنیا همه یک پارچه بشن و هر اتفاقی که در هر نقطه جهان میفته برای شیعه رسانه‌ای بشه و الحمدلله شبکه امام حسین علیه السلام در این راستا بسیار موفق بوده که این گزارش ها رو تهیه میکنن و به حضور شما عرض کنم که این همرسانی و بیان مظلومیت شیعه بسیار کارها میکنه. امروز گذشته نیست، امروز شرایط فرق کرده و شیعیان افغانستان هم در سراسر جهان پخش شده، در تمام کشورهای غربی الحمدلله نیروهای کاری، نیروهای تبلیغی، نیروهای اقتصادی از هر جهت ماشاءالله فعالن و اگر این بیدارگری ها باشه نیروها هم در شرق و هم در غرب متحد بشن و یک تشکیل واحد با محوریت تشیع و اهل بیت به وجود بیاد، این روحیه اتحاد که هر جا شیعی مظلوم واقع بشه بقیه شیعه های دنیا هم ندای اونها رو بشنوند و از فضاهای سرتاسری و تبلیغی نشر داده بشه. طبیعیه که شیعه با این خونریزی ها از بین نخواهد رفت بلکه تشجیع میشه. یعنی من خواهشم از شبکه مقدسه امام حسین، از مسئولینش اینه که این خونریزی هایی که میشه، این شهادت هایی که رقم میخوره به دست صفاکان، اینها رو بیان بکنه که امرال امروز نیست، از گذشته تاریخ بوده و با اینها شیعه روز به روز تقویت شده. تشکر میکنم آقای حیدری، تشکر میکنم از شما. سید نصیر احمد حیدری از شهر برلین آلمان با ما بودند.